سلام و به ویدیو دیگری از مجموعه ویدیوهای صندلی فرست کلاس زندگی من کدام است؟ خیلی خوش اومدید. من سینا دژنوادی هستم. میریم امروز که گام دیگر که فکر کنم گام پنجم باشه از مجموعه گام هایی که میتونید بردارید ثروتمندتر، آسوده تر زندگی بکنید، همراه من باشید. چیزی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت بکنم قانون 5 صبح هستش. نکته‌ای که بسیار بسیار مشترک هست بین تمام آدم‌های خیلی خیلی موفق و آدم‌های خیلی سطح بالا و ثروتمند دنیا مثل تیم کوک، مثل ریچارد برانسون، مثل ایلان ماسک اینه که اینجور آدم‌ها به طور خیلی خیلی عجیبی صبح‌ها خیلی زود از خواب بیدار میشن. آقای رابن شارما که آدم موفقی است، جز نویسنده های خیلی مطرح است و کتابی داره به نام 5AM Club، خیلی خیلی به این نکته اشاره زیادی داره. خودش به طور خیلی جدی سال هاست که ساعت 5 صبح از خواب بلند میشه. نکته دیگری که وجود داره اینه که آدم های موفق و آدم های پیش رو یه سری روتین های روزانه دارن که در ساعت های اولیه صبح بر اساس اون روتین ها عمل میکنن و اون قوانین رو پیگیری میکنن که حالا در موردش یه مقداری بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. همونطور که گفتم روتین های صبحگاهی که بسیاری از کوچ ها و منتور های دنیا راجبش صحبت میکنن میتونه زمان روز ما رو به شکل قابل توجهی کارآمد بکنه. رابن شارما توی قوانین خودش صبح رو یک ساعت اول صبح رو که از همون ساعت 5 صبح برای ایشون شروع میشه به 3 تا 20 دقیقه تقسیم بندی کرد. 20 دقیقه اول ورزش کردن فعالیت بدنی جدی و فیزیکی است. دلیل این که ما در اولین کار صبحمون بهتره که ورزش بکنیم اینه که گردش خونی که در طول شب و خوابیدن کاهش پیدا کرده اون گردش خون رو سریع‌تر بکنیم و احساس انرژی بیشتری رو به واسطه اون به دست بیاریم. 20 دقیقه دوم یادگیری یک مطلب جدیده. شما یادگیری مطلب جدید رو میتونید از طریق یک کتابی که دارین میخونین، یک ویدیویی که دارین میبینین، حتی یک ویدیو انگیزشی، یک تد تاک یا اینکه منتورهای مختلف و کوچهای مختلف کورسایی دارن، میتونید اونها رو توی 20 دقیقه دوم ازش بهره ببرید. این باعث میشه که مغز ما بعد از اینکه فیزیکمون رو آماده کردیم، مغزمون برای فعالیت‌های یک روز پرکار و مؤثر آماده بشه. و این آمادگی میتونه توی هیتهای مختلف باشه. میتونید شما موضوعات مختلفی رو انتخاب بکنید و بر اساس اون بدین که تنوع هم در یادگیری ایجاد بشه. و اما 20 دقیقه سوم مربوط به برنامه ریزیه. شما میتونید لیست کارهایی که در اون روز میخواین انجام بدید رو یک بار دیگه مرور بکنید. حتی توصیه میشه که معمولا کارها و برنامه های روزتون رو روز قبلش تهیه و تدوین بکنید، ولی در اون 20 دقیقه سوم میتونید اون لیست رو بالا پایین بکنید، اولویت بندی بکنید، زمان بندی بکنید و بر اساس اون حرکت بکنید. با این قدم هایی که به شما گفتم شما ساعت 6 صبح آماده هستید که یک روز بی نهایت مؤثر، کارآمد، با قدرت رو آغاز بکنید. و جالب اینجاست وقتی که قرار تا 12 ظهر 6 ساعت دیگه وقت داشته باشین یک عالمه کار میتونین توی زندگیتون انجام بدین. موقعی که مردم دو سه ساعت بیدار شدن شما نزدیک 5-6 ساعت از زندگیتون رو کار کردین، 6-7 ساعت از زندگیتون رو کار کردین و بسیار مؤثر هم بودین. تلاشم برای این هستش که در مورد مدیریت زمان و روتین های صبحگاهی برای شما ورکشاپی تهیه بکنم و ویدیوهایی بابتش بسازم که به زودی در موردش اطلاع رسانی خواهم کرد. امیدوارم که موفق و مؤثر باشید مثل همیشه و جز آدم های فرست کلاس باشید. کامنت یادتون نره، حضور در کنار ما یادتون نره و تا دیدار بعدی.